موزیک. تمام سالن اپرا برای یکی از بزرگترین ستاره‌های خود می‌خواند. در جشن 70 سالگی کریتوکانووا که پس از 17 سال برای اولین بار در کاوینت گاردن روی صحنه می‌رود. همیشه آرزو داشتم که این اپرا را در اینجا اجرا کنم و بسیار خوشبختم که کاوینت گاردن چنین فرصتی را به من داد. این خواننده سوپرانوی زاده نیوزیلند موفقیت بین‌المللی خود را در سال 1971 با اجرای نقشی در اپرای ازدواج فیگارو ساخته موزارت آغاز کرد. این برنامه اجرای اپرای کمیک دختر هنگ از گایتا دونوتسی آهنگساز ایتالیایی است. کریتوکانووا 40 سال پیش زمانی که در مرکز اپرای لندن سرگرم تحصیل بود در یک اتفاق غیرمنتظره اجرای این اپرا را در کاوینت گاردن تماشا کرده بود. کاوینت گاردن در آن زمان برای من بسیار ویژه بود و من آن را در ابرها تصور می کردم. برایم یک لحظه منحصر به فرد بود که پس از انتظار و کار مداوم بتوانم روی صحنه ظاهر شوم. برای من 1967 سال ویژه‌ای بود. در آن زمان پاواروتی و ساترلند مطرح بودند. ساترلند الگوی من بود، او را می پرستیدم. اما درباره اپرای دختر هنگ هیچ نمی دانستم. اما با خودم می گفتم آه، خواننده تنور چه نوت‌های بالایی را می خواند. بسیار گیرا بود. خوان دیگو فلورز خواننده تنور پرویی که نقش تونیو در اپرای دختر هنگ را بر عهده دارد، در حقیقت امروز راه پاواروتی را دنبال می کند. دیگو فلورس قبل از اولین حضور خود در نقش تونیو در کاوینت گاردن با پیشکسوت خود پاواروتی صحبت می‌کند. من در گوشه صحنه ایستاده بودم و قبل از اجرا به پاواروتی گفتم استاد، شما قبلا این نقش را اجرا کرده اید. آیا توصیه‌ای برای من دارید؟ او که همیشه من را قهرمان می‌نامید گفت قهرمان، همه چیز خوب خواهد بود، نگران نباش. کریتوکانووا در یکی از اپراهای لوران پلی نقش دشوار دوش از کرانکنتوب را بر عهده داشت و قطعه کوچکی از پوچینی را اجرا می کرد. دوشست همیشه خشمگین است چون همه چیز باب میل او نیست. او خود را بالاتر از همه میپندارد و دیگران همه در زیر پای او هستند. این نقش مظهر یکی از آدمهای وحشتناکی است که هرگز مایل به دیدار او نیستید. کریتوکانووا علاوه بر اجرا روی صحنه، قلب و روحش را صرف حمایت از استعدادهای جوان کرده است. من زندگی حرفه‌ای شگفتی داشتم و مایلم که جوانان نیز آن را تجربه کنند. امروز جهان اپرا تغییر کرده است. اکنون تحصیل دشوارتر شده و وقتی به آنها می‌آموزیم و آنها را تأمین مالی می‌کنیم، موفقیت آنها پاداش ماست. موفقیت جوانان همه آرزوی من است.